به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه موضوع امروز که براتون در نظر گرفتم میخوام در مورد وابستگی عاطفی ناسالم صحبت کنم و میخوام علائمش رو بگم و در آخر هم راهکارهای مقابله با اون رو بهتون بگم قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم یه توضیح کوتاه بهتون بدم ببینید وابستگی عاطفی ناسالم به زمانی میگیم که یک نفر بدون حضور شریک عاطفیش احساس ترس میکنه احساس بی ارزشی میکنه احساس پوچی میکنه احساس عدم امنیت بی پناهی میکنه و درسته که ما هممون تو زندگی به سری وابستگی های سالم نیاز داریم طبیعت انسانه اما هر وقت احساس کردید که یک نفر نبود و شما بهتون حس عدم امنیت دست داد اونو بهش میگیم وابستگی عاطفی ناسالم حالا بریم که نشونه ها رو بهتون بگم و راهکارهاش هم بهتون بدم شماره یک اولین نشونه از وابستگی عاطفی ناسالم عدم احساس هویت فردیه یعنی چی یعنی به محض اینکه شما وارد رابطه میشی تمام علایق تمام سرگرمی ها تمام دوستها تمام کارها چیزهایی که برات خیلی خوشایند بود و داشتی تا الان انجام میدادی و کلا میذاری کنار به عنوان مثال اگر شما نمیدونم نقاشی دوست داشتی دیگه انجامش نمیدی باشگاه میرفتی دیگه زیاد نمیری دی. تمام تمرکز تو گذاشتی تو رابطه دوستاتو میذاری کنار تمام چیزها رو میذاری کنار چرا چون اون هویت فردی تو از دست دادی عدم احساس هویت فردی به همین معناه و حتی بعضی وقتا کار به جای میرسه که یک نفر میاد با شما صحبت میکنه و ازت میپرسه که خب تو مثلا چه علایقی داری چه سرگرمی هایی داری چه چیزهایی رو دوست داری تو اصلا اون چیزهایی که خودت دوست داری رو نمیگی چیزهایی رو میگی که طرف مقابلت و اون شریک عاطفی دوست داره رو اونا رو بیان میکنی چون تو دیگه اون هویت فردی تو از دست دادی و به محض اینکه وارد رابطه شدی تمام دوست و رفیق و کار و تمام چیزهایی که بهشون علاقه داشتی و گذاشتی کنار این اولین نشونه از وابستگی عاطفی ناسالمه شماره دو ترس شدید از دست دادن ببینید یه میخوام با مثال باز هم شروع کنم سعی میکنم این ویدیو چون به هم گفته بودید که سعی کن مثال های بیشتری بزنی هم توی ویدیو هم دیگه سعی میکنم مثال ها بیشتر کنم که براتون واضحتر باشه خب ترس شهید از دست دادن یعنی چی؟ ببینید فرض کنید که شما تو رابطه هستید و پارتنرتون امشب تصمیم میگیره با دوستاش بره بیرون یا اصلا میره بیرون. شما به محض اینکه یکی دو ساعت میگذره استرس و استراب سراغت میاد شروع میکنی زنگ زدن پیام دادن و اگر پیامت با تاخیر جواب داده بشه تو ذهنت شروع میکنی به سناریو سازی شروع میکنی به اینکه آه داره به من خیانت میکنه داره نمیدونم با یه دختر دیگه یا با یه پسر دیگه داره میره بیرون کلی کارهای بد داره میکنه تمام این سناریوها رو تو ذهنت میسازی و حتی یه لول میری بالاتر کار به جایی میرسه که شروع می‌کنی به تعقیب کردن شروع میکنی به اینکه یه نفر رو پیدا کنی بگی برو پارتنرمو تعقیب کن ببین کجا میره چیکار میکنه و این کارها این تماس های مکرر این پیام دادن های مکرر و بعدش حتی ممکنه جواب تو که طرف میده شروع کنی باش دعوا کردن بحث کردن که چرا جواب هم دیر دادی کجا بودی چی کار میکردی همه اینا باعث یک فشار روانی هم به طرف مقابلت میشه یعنی اون شریک آتفیت هم یه فشاری رو این وسط حس میکنه و باعث میشه که اون هم ازت واصله بگیره و تمام این کارهایی که بهتون گفتم این ترس شدید از دست دادن دومی نشونه از عدم وابستگی سالم یا همون بهتره وابستگی ناسالم تو رابطه عاطفیه شماره سه سومین نشونه نیاز مداوم به تایید شدنه ببینید من باز هم براتون مثال میزنم که قشنگ قضیه رو جا بندازم فرض کنید شما یه لباس جدیدی خریدی اون لباس رو به تنت میکنی و شاید تایدرت هم نسبت به خودت حس خوبی داری یا یعنی میگی آقا خوب شدم اما تا شریک عاطفی تایید نکنه تا شریک عاطفی تعریف نکنه نسبت به خودت حس خوبی پیدا نمیکنی این نسبت به اون لباسی که پوشیدی حسی پیدا نمیکنی و به خاطر اون کمبود عزت نفس و کمبود اعتماد به نفس در بحث ظاهری چیکار میکنی دنبال تایید شدن از طرف از طرف شریک عاطفیت هستی و اگر این کارو نکنه تو میگی خب این لباسی که من پوشیدم خوب نیست این حرکتی که من زدم من این آرایشی که کردم این کاری که کردم خوب نیست و یه مثال دیگه اینه که شما اگر مدام هر روز داری این سوالو از شریک عاطفی میپرسی که منو دوست داری نه عاشقم هستی همچنان دوست داری با من باشی همه اینا به خاطر اینه که شما دنبال تایید شدنی به خاطر اینکه اون عزت نفس رو نداری همش دنبال اینه که هستی که شریک عاطفی تایید کنه اگر هزار روز بگه آره دوستت دارم دو روز بگه دوستت ندارم یا اصلا نه نگه دوستت دارم جوابتو نده تو میگه خب پس این منو دوست نداره اگه هر روز بهت نگه عاشقتم پس منو دوست نداره این احساس اگر داشتی اگر دیدی که مدام دنبال تایید شدن از طرف شریک عاطفی هستی بدون که اون وابستگی ناسالم رو تو رابطه عاطفیت داری شماره چهار نادیده گرفتن نیازهای خودته ببینید یعنی چی؟ یعنی من تو رابطه هستم که نیازها و خواسته های خودم رو کلم میذارم کنار و تمام نیازها و خواسته های شریک عاطفیم میاد به عنوان یک بوت به عنوان یک ایده و به عنوان یک چیز اصل مد نظرم قرار میگیره بذارید باز هم مثال بزنم فرض کنید که شریک عاطفی شما هر آخر هفته دوست داره بیرون بره مهمونی بره با دوستاش بیرون بره اما خب شما اینو دوست نداری شما بعضی وقت دوست داری آخر هفته خونه باشی ریلکس کنی استراحت کنی اصلا تو خونه بودن رو دوست داری اما چون شریک عاطفی اون بیرون رفتن رو دوست داره تو هر دفعه احساس میکنی که حتما بعد اون کارو براش انجام بدی و حتما باهاش بیرون بری و همیشه خواسته اون اجرا بشه و یه مثال دیگه بذارید براتون بزنم فرض کنید که شما تو هم یه سری کارهایی رو که دوست ندارید و مجبورید انجام بدید به عنوان مثال میبینی شریک عاطفیت مثلا دارم میگم سیگار میکشه تو برای اینکه اون تایید دست بیاری برای اینکه به خواسته های اون اهمیت بدی و برای اینکه همچنان تو چشم اون خوب باشه چیکار میکنی سیگار میکشی نمیدونم مهمونی دوست داره بره تو هم سعی میکنی تو مهمونی بری حرفایی بزنی کارهایی رو انجام بدی که به چشم بقیه و اصلا مهمتر شریک عاطفیت خوب بیاد قشنگ بیاد که فقط اون شریک عاطفیت رو داشته باشی چرا چون اون وابستگی طرف مقابلت داری. داری. پس ما عنوان گزینه اینو همیشه یادت باشه که اگر نیازهای خودت رو کنار گذاشتی و به خاطر تایید شدن از طرف شرکه عاطفیت و به خاطر اینکه اون وابستگی ناسالمو داری کارهای رو داری انجام میدی و خاصه کارهایی رو داری انجام میدی که مورد نیاز اونه خاصه اونه و اون چیزهایی که خودت دوست داری نیست بدون وابستگی عاطفی ناسالمو داری حالا این چهار مورد رو گفتم بریم میخوام چهار تا راهکار بهتون بگم که خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید از این وابستگی ناسالم بیرون بیایید شما یک اولین راهکار ایجاد مرزهای سالمه یعنی چی بذارید باز هم با مثال شروع کنم فرض کنید شما آدمی بوده که 24 ساعت در اختیار شریک عاطفیت بودی 24 ساعت نهان به پیام های اون جواب میدادی تماس اصلا خودت تماس میگرفتی مدام باش ارتباط داشتی اما حالا تصمیم میگیری که خب مرز برای خودت ایجاد کنیم و دیگه یه وقتی رو برای خودت کارهایی که دوست داری دوست داد اصلا بیرون رفتن های شخصی خودت بذاری و دیگه اینطوری نیستش که مثلا شریک عاطفیت پیام میده همون لحظه بخوای سریع جواب بدی چون چرا چون یه تایمی برای خودت داری اصلا رفتی بیرون میخوای ریلکس کنی یه چند ساعت فاصله بگیری اون فضای خاص خودتو داشته باشی اینو بهش میگن بهش میگن مرزبندی سالم اول شاید شریک عاطفیتون مثلا یه ذره حساس بشه یه ذره به خودش فکر کنه خب چی شد اینکه تا الان 24 ساعت در اختیار من بود حالا چرا داره این فاصله رو میگیره حالا فاصله قشنگ نیست داره مثلا برای خودش مرزبندی میذاره اولش ممکنه مثلا یه ذره فکر و خیال کنه اما بعدن میبینه که خب اه... رو... هم خود اون شخص دیگه حالا میتونه اون استقلالش رو داشته باشه هم شما به عنوان شخصی که تا الان وابسته بودی دیگه میبینی که خب کم کم حس بهتری دارم پیدا میکنم اون حس استقلال آزادی دارم نسبت به خودم پیدا میکنم و وقتی که من حس بهتری نسبت به خودم پیدا کنم مسلما تو رابطم بهتر رفتار میکنم اما وقتی که اون وابستگی مریضگونه رو دارم نسبت به طرف مقابلم 24 ساعت میخوام در کنار خودم نگهش دارم خب مسلمه هم خودم اذیت میکنم همون شخص. شماره دو کار کردن روی اعتماد به نفس ببینید حالا من عزت نفس نمیگم میگم اعتماد به نفس تو این ویدیو که اصلا نمیخوام حالا خیلی در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس این وسط صحبت کنم میخوام براتون قابل فهم باشه راحت تر باشه ببینید فرض کنید که خب اون مثالی که من زده بودم بهتون که شما یک لباسی رو میپوشی که خب دنبال تایید شدن هستی شما اگر میخوای تو زندگیتون اصلا نه تو رابطه عاطفی تو رابطه با دوستا تو کار همه چی اون مرزبندی سالم رو داشته باشی اون نمیدونم راه کارها رو داشته باشی که وابستگی سالم داشته باشی و روی خودت کار کنی باید روی اعتماد به نفست کار کنی حالا این میتونه نمیدونم با شرکت تو کلاس های نمیدونم ورزشی باشه نمیدونم شروع کردن یه کاری باشه اصلا بری مثلا تراپی رو خودت کار کنی روی اعتماد به نفست کار کنی همه اینا باعث میشه که تو توی اون مثالی که زده بودم لباس و دنبال تایید شدنی دیگه حتی اگر کسی از تعریف نکنه حتی کسی از زیبایی تعریف نکنه برات مهم نیست میری جلو آینه خودت رو نگاه میکنی میگی آقا من خوبم حس خوبی دارم میگیرم من چرا باید دنبال این باشم که خب یه آقای ایکس یا خانم ایکس از من تعریف کنه وقتی من خودم حس خوبی نسبت به خودم دارم دارم روی خودم کار میکنم روی ظاهر خودم روی شخصیت خودم دارم کار میکنم چرا من باید دنبال این باشم که یک نفر دیگه منو تایید کنه یا شریک عاطفی منو تایید کنه تایید کرد تعریف کرد دمشکم. نکردم من مشکلی ندارم چون نسبت به خودم حس خوبی دارم پس دومی کاری که باید انجام بدید که روی اعتماد به نفستون خیلی کار کنی. شماره سه سومی راهکاری که باعث میشه که از اون وابستگی عاطفی ناسالم کم کم بیرون بیاید اینه که آقا یه ذره خودشناسی داشته باشی من تا الان میدیدم که خب علایق همسر مشترک فیلم چیه نمیدونم خواسته های اون چیه اون چی دوست داره اون دوست داره کجا بریم اون دوست داره چه غذایی بخوریم اون دوست داره چه فیلمی بریم اما حالا میام تو خلوت خودم فکر میکنم آقا من اگر شریک فیلم نبود یا قبل از اون یا اگر خودم باشم من چه چیزهایی دوست دارم دوست دارم کجاها برم چیکار کنم چه رفتاری داشته باشم اگر توی مهمونی میرم اصلا دوست دارم برم مهمونی یا نه میرم توی یک مهمونی برای که همه دارن مثلا سیگار میکشن منم باید سیگار بکشم دستم که مثلا بقیه به بچه بگن یه ذره به این فکر کنی که چه چیزهایی رو واقعا دوست داری اگر مثلا دوست داشتی تا الان بری باشگاه یا همون مثال نقاشی رو زده بودم خب بری اون کار رو انجام بدید دیگه دنبال این نباشی که خب من ببینم طرف مقابلم چی میخواد من اصلا خواسته های خودم بذارم کنار هر چیزی طرف مقابلم خواست اون کارها رو انجام بدم نه تو وقتی یکم بیای خودشناسی کنی با خودت فکر کنی آقا من چه چیزهایی دوست دارم و چه چیزهایی رو دوست ندارم خیلی بهتر میتونی عمل کنی من یاد اون جمله استیو هاروی میندازه که میگه هیچ وقت خودتو از دست نده تو یک رابطه اون خودی که بودی قبل از یک رابطه ببین چی بوده و الان بیا فکر کن ببین من تو رابطه که هستم دلم تنگ شده بر اون شخصی که قبل از رابطه بودم اگه اینجوری شده یعنی داری مسیر رو اشتباه میری و سعی کن که خودت رو هیچ وقت از دست ندی شماره چهار و آخری هم تمرین استقلال عاطفیه ببینید استقلال عاطفی میشه مجموع این حرفهایی که من زدم یعنی دیگه طرف میاد برای خودش توی کاغذ مثلا می چه چیزهایی دوست داره چه چیزهایی دوست نداره چه کارهایی دوست داره برای آیندهش انجام بده با دوستاش وقت میگذرونه یا یه مثال دیگه فرض کنید که شریک عاطفی به شما به شما زنگ میزنه و یا شما رو میبینه سر یک موضوعی ناراحت و خشمگین و عصبانیه استقلال عاطفی اگر داشته باشی مدیریت احساس میکنی کنترل میکنی احساس تو و نه به زور خودتو باش همدرد نشون میدی حالا چون تو ناراحتی پس منم ناراحتم تو عصبانی پس منم باید عصبانی بشم نه اینکه بهش واکنش نشون میدی چرا عصبانی چرا ناراحتی نمیدونم به زور میخوای اون لحظه حالش خوب کنی در صورتی که اینجوری نیست استقال عاطفی اینجوری میگه که الان من باید اون احساس خودم کنترل داشته باشم شریک عاطفی هم هر احساسی داره الان قابل احترامه و من باید یه فرصتی بهش بدم که خودش قضیه حل کنه اینجوری نباید باشه که چون الان اون ناراحتی منم به زور خودم ناراحت کنم هر دفعه شاید شریک عاطفی من هر روز بخواد اص... اصلا واسه کارش هر روز تلفن بهش زنگ میزنه به واسطه کارش وانی خشمینه. پس من باید هر روز اینجوری باشم نه استقلال عاطفی میگه که من برای خودم تایمم و احساسم باید ارزش قائل باشم کارهایی که دوست دارم انجام بدم سلایق خودم رو داشته باشم و از هم مهمتر مدیریت احساس داشته باشم و بدونم که اون حس خودم خیلی چیز مهمیه و نباید به راحتی از دستش بدم در نهایت به عنوان نتیجه گیری من سعی کردم هم نشونه های وابستگی ناسالم رو بگم هم راهکارهاش رو بهتون بگم امیدوارم بهتون کمک کرده باشه که اگر توی همچین وضعیتی هستید بتونید نسبت بهش بهتر برخورد کنید و بهتر رفتار کنید دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم مراقب خودتون باشین خدا نگهدار